Die Menschen im Iran warten, bis ihre Gefangenen, ihre Lieben aus den Gefängnissen befreit werden. Und wir sind heute die Stimme dieser Menschen, damit wir hier laut werden und zu rufen, dass die Menschen im Iran müssen ihre Freiheit bekommen und das wird bestimmt bald sein. Und heute ist auch gleichzeitig der Jahrestag der Ermordung von Nida Abbas-Voltan. در زندان سمبل مقاومت و بارهایی رو به زندان عادی فرستادن تا شاید به مورد آزار اذیتش قرار بدن، اما او اونقدر برای زندانیان عادی تلاش میکنه، اونقدر برای حق اونها مبارزه میکنه که امروز یکی از محبوب ترین چهره ها بین زندانیان عادی و اونها به حامی و طرف تبدیل شده. بهروز یک بار حتی دهان خود را به خاطر وضع غذای بدی که زندانیان عادی دریافت می داشتن با سوزن نخلو یادش گرامی به امید رهایی هر چه زودتر بهروز و همه یاران دربر. Gehören somit die willkürlichen Verhaftungen, Folterungen und Exekutionen zum alltäglichen Leben. Das ist Lale Hassan. Ich bin ihre Stimme. Ich kämpfe. In den mittelalterlichen Gefängnissen wurden gemordet, gefoltert. ایشون خانم لاله حسن‌پور هستم، من صدای ایشون هستم و برای آزادی ایشان از زندان‌های مرگبار اسلامی مبارزه می‌کنم. این عکسی که می‌بینید عکس محمد یوسفی رشیدی دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران. این عکس در تاریخ ایران به نظر من جاودانه میشه به خاطر بلند کردن این تابلوی که روش نوشت رئیس جمهور فاشیست پلی‌تکنیک جایگونیست به مرگ محکوم شد. با زندانی دستگیری اون و یا حتی حکم مرگ براش بلیدن فکر کردن صدای اون خاموش میشه، ولی من اینجا هستم که بگم من صدای او هستم و صدای محمد یوسفی هیچ وقت خاموش نخواهد شد. صدای محمد یوسفی ها هیچ وقت خاموش نخواهد شد. شیفت میشن ریلیجیوز و پلیتیش ایدئولوژی
die gegen die Verbrechen im Iran sind, zu vereinigen. Unter folgenden Forderungen rufen wir alle freiheitsliebenden Menschen auf, uns auf diesem Weg zu unterstützen. من صدای سمیه فرید هستم. من صدای حسین رونقی هستم. من صدای محمد پور عبدالله هستم. Come on, she got.